با یاری خداوند متعال و با سلام و صلوات بر پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، شرح دعای شریف افتتاح رو از فرازهای الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الاصباح، ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى ادامه میدیم. فراز اول، الحمد لله خالق الخلق. همونقدر که خداوند خالق خلق هست، در خور حمد و حمدم گفتیم که سپاس هست و ستایش هست و پرستش. ستایش، سپاس هم شکر، پرستش هم عبادت. معبود ماست، تنها معبود ماست. در قرآن مجید 4 مرتبه این خالق و کل شیء اومده. وقتی که خداوند خالق کل شیء هست، دیگه کسی دیگه خالق نیست. اگر میگن که فلانی تابلو خوشگل خوبی رو مثلا خلق کرده، یا حضرت عیسی علیه السلام مرغی رو خلق که از گل درست کرده، به پرواز در آورده، خلق کرده، همه به اذن خداست. هم گل اون مرغ و هم خود حضرت عیسی علیه السلام مخلوق اون خالق کل شیء هستن. از چون خداوند خالق کل شیء هست، در خور حمد هست و کسی غیر از خدا هم در خور حمد و ستایش نیست، چون که چنین صفتی رو نداره، چنین چیزی رو با اون نیست. و 2 مرتبه هم در قرآن احسن الخالقین اومده، احسن الخالقین، یعنی خداوندی که در خلقت انسان احسن الخالقین فرموده. و در سوره صافات 125 هم یک خلاصه گله کرده خداوند، فرماد که اتدعون بعلا، شما بت بعلا میپرستی، پرستش که سنگ، چوب، گل، و تدرون احسن الخالقین، و اون که بهترین آفریدگار هست، شما او رو نمیپرستید. خب خیلی کار نادرست میکنید. فراز بعد، باسط رزق، بسط دهنده و گسترش دهنده رزق خداوند. باز ما خدا رو هم میکنیم، برای اینکه این صفت رزاق بودن فقط اختصاص به خداوند داره. غیر از خداوند کسی رزاق نیست. انسان رو خدا خلق میکنه و بعد از اون رزق بهش میده، و رزق هم فراوان، بسط رزق میده، خوراک، پوشاک، مرکب‌های سواری. حالا قدیم اسب و استر و اسب و این چیزا بوده، امروز خداوند به ما استعداد داده، مواد هم داده تا اینکه مرکب‌های امروزی رو بسازیم. قبلا هم در آیات قرآن به اون در زمان پیامبر گفته که در آینده چیزهای دیگه خواهیم ساخت که شما الان نمیدونید. همین چیزهایی که ما الان داریم، مرکبایی که ما سوار میشیم، هواپیما، اتومبیل، و دیگه به هر حال خداوند نعمتهای خانواده، خیش، دوست، مربی، معلم، نه همه نعمتهای خداوندن. عقل، استعداد که در بشر قرار داده، علم، زیبایی، هر کسی یه ویژگی‌هایی داره، یکی خداوند زیبایی صورتش میده خوبه، یکی اخلاق بهش میده مثلا اونم خیلی خوبه، اینا نعمتهای خداست. اون که تندخویه مثلا، خب از نعمت نمیگیم نعمت خدا نبوده، خودش از این نعمت خوب خدا که خوشخویی و خوشخلقیست بهره استفاده نکرده. و برحال بهترین نعمت الهی که خداوند منت سر بنده هاش گذشته نسبت بهش، نعمت هدایته که شامل رسول، پیامبر بزرگوار اسلام، و کتب، قرآن مجید، ائمه اطهار، و هر کسی که انسان را به یک سبکی هدایت کند، اونم نعمت هدایت از جانب او هم بر ما هست. خلاصه خداوند فرماد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نعمتهای خدا را اگر بخواید به شمارش کنید از عهدش بر نمی آیید. حالا نعمتها هم مادی هستن، هم معنوی. عرض میشه که در قرآن نعمت رزق را، چون الان ما داریم روی رزق صحبت میکنیم،
انواعش رو نام برده، رزق طیب، طاهر و طیب، رزق مقدر، مقدر که بر رزقی که خدا بر آدم ها مقدر میکنه، و یه جای رزق معلوم آورده برای اهل بهشت، اونهایی که خیلی مخلصن، و یه رزق بی حساب. رزق بی حساب هم میفرماد که اگه کسی پاش به توی بهشت رسید از رزق بی حساب برخوردار میشه. البته این ارزاق رو خداوند ارتباط میده به ما بندگان با میزان نیکی که میکنیم، احسانی که میکنیم، انفاقی که میکنیم، به میزان ایمان و تقوا و اخلاصمون و به میزان شکرگزاری. خیلی مهمه. در سوره بقره آیه 172 فرمود که یا ایها الذین آمنو، چون از مؤمنین توقع داره خداوند، کلوا من طیبات ما رزقناکم. اینجا رزق رو با طیبات ورده، همه اونچه که خوبن در طبیعت و به طبع شما سازگارن به صورت حلال خلاصه استفاده کنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بعد وشکروا لله، شکر خدا رو بکنید. تن سالم شکر داره، عمر تالا کوتاه دراز، هرچ به هر حال عمر همقدر که انسان حیات داره شکر هست. و دنبالش هم فرماد که وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط مرا عبادت بکنید، اگر ادعا دارید که ما مثلا معبود ما تنها تویی، همونطور که تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را میپرست و از تو استمداد میطلبیم، در این کار، در این فرما صادق باشید و واقعا از نعمتهای خدا شکرگزار، نعمتهای خدا باشید، یعنی از نعمتهای خدا همون گونه که خدا خواسته استفاده بکنید. حالا در مورد رزق مقدرم بعد نیست بگیم که خداوند برای هر موجود زنده‌ای، حالا گیاه باشه، حیوان باشه، انسان باشه، رزق مقدر میکنه. تا زنده است رزق او رو متکفل شده، بر خودش واجب کرده. و بنابراین به ما گفتن که شما به رزق مقدر میرسید، همینقدر برید دنبالش، ولی خودتون رو به راه‌های حرام نیندازید برای اون رسیدن به رزق. رزق مقدر شما رو خداوند میاره. و در سوره هود آیه 6 میفرماد که و ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست، الا علی الله رزقها، رزق او بر خدا قطعی است، خدا رزق او رو میده. حالا در سوره اسراء، در سوره اسراء آیه 70 هم خداوند در مورد رزق طیب یه آیه خیلی مهمی آورده، فرماد ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را نسبت به بقیه مخلوقاتمون کرامتش دادیم، گرامی داشتیمش، بالاش بردیم. خب چه کردیم ما؟ همقدر که عقل و هوش و استعدادش دادیم تا اینکه بتونیم او بتوند. و حملناهم فی البر و البحر، ما انسان را در سراسر زمین، خشکی و دریا سیر و سیاحت دادیم. یعنی انسان، بقیه که نمیتونن اینجور همه جا برن، همه جا رو بشناسن، و این انسانه که با ابزارهای، با مرکبهایی که خداوند حالا قدیم و جدید داده چنین کار رو میسر ساخته، و این نوع کرامت و گرامی داشتن انسانه. شما تصور کنید تمام کره زمین ما انسانها روش بودیم، ولی همش کوهستانی بود، فقط بعد از کوها بالا میرفتیم پایین میدادیم تا یه جای بریم بیام، مثلا نمیشد. شما یه اتومبیل در یک سرزمینی که همش کوهستانی باشه نمیتونید مثلا داشته باشید. خب خداوند جلگه و دشت و دره و کوه و همه رو گذاشته تا اینکه ما بتونیم رفت آمد کنیم و همه جا بریم، همه جا رو بشناسیم. و دنبالش فرماد و رزقناهم من الطیبات، و ما طیبات رو در این زمین ببینید، بشمارید چقدر میوه، چقدر خوردنی، چقدر پوشیدنی، انواع تنوعهاش شمردنی نیست، از گلها، از رنگها. بعد دنبال آیه فرماد ما برتری دادیم انسان را، و فضلنا هم، این انسان ها را، علی کثیر ممن خلقنا، و بر اکثر اونهایی که خلق کردیم برتری دادیم. احتمالا یک کسانی هم هستن که ما انسان ها برتری نداریم نسبت بهشون. البته اگر اعمالمون در حد پیامبران و اینها برسه، خب
دیگه شاید هیچ کس نباشه. ولی تا حیوانی به چیز حیوانی خلاصه خودمون ارتباط بدیم، چه بسا که پیدا میشن کسان که از ما فضل بالاتری دارن. و فضل ناهم علا کثیر من من خلقنا تفضیلا. تفضیلا یعنی چه برتری واقعا بالایی بهش دادیم. خلاصه اینجا خداوند فرماد که انسان هم بایستی که از این موقعیتش استفاده کنه، شاکر خداوند باشه. بعد میریم سراغ رزق معلوم. پس ما رزق طیب رو گفتیم و الان رزق مقدر هم گفتیم. رزق معلوم که اختصاص داره به بنده های خیلی مخلص، اونایی که خلاصه از همه بریده اند، به خدا پیوسته اند. اینها رو خداوند یه رزق فرماد، اولئک لهم رزق معلوم در قرآن. اینها یه رزق معین، خاص، ممتاز براشون خدا مقرر کرده و میکنه. خب حالا باید دیگه شرایط یه چنین رزقی رو انسان فراهم کنه. حالا کی مثلا واقعا انسان‌های خیلی نیک به این رزق میرسن. رزقی هم که هست که شما خیلی شنیدید و خوندید به عنوان غیر حساب، رزق بی حساب، که اونم شرطش اینه که بتونه بره در بهشت و از این رزق برخوردار بشه. و اون ایمان میخواد، عمل صالح. در سوره غافر آیه 40 میفرماد که من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی کار بد کرد، جزاش در همون اندازه است. ولی خب و من عمل صالحا من ذکرن او انثا، اما اگر زن و مردی عمل صالحا انجام دادن به شرط ایمان و هو مؤمن، فاولائک یدخلون الجنه، خداوند آنها را داخل بهشت میکنه. و چی؟ و یرزقون به آنها یرزقون فیها، یعنی در این بهشت به غیر حساب رزق دارن. ارزاقشون دیگه در این بهشت از رزق بی حساب. حالا دیگه باید رفت در قیامت و در بهشت و دید که این رزق بی حساب چیه. یک چیز آخرتیه و میگن که هر لحظه هر چه اراده میکنی آماده میشه. خدا رزق و روزیمون بکنه، از گناهانمون بگذره. حالا چه عواملی رزق و افزایش میدن؟ این مهمه. ما تا اینجا این مهمه که ما بدونیم چه عواملی رزق و افزایش میدن. دنبال اون باشیم. خداوند متعال در قرآن فرماد که لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما شکرگزار باشید، شکر نعمت ها هم یادمون باشه درست به کار بردن اون نعمت هاست. باید حتما زبانی باشه، در قلبمون اون درک کنیم که این از خداست و اینو ما از خداوند داریم. و اگرم اظهار آدم بکنه طوری نیست، خیلی خوبه نعمت های خدا را آدم اظهار کنه، اینا شکرگزاره. دیگه شکرگزاریه. دیگه انفاق نعمت رزق رو بیشتر میکنه. استغفار خیلی مهمه، به طوری که من در سوره نوح آیه 10 تا 12 دیدم که حضرت نوح یک چیزای مهمی رو، خب دیگه قرآنه، به استغفار مربوط کردن. می فرمان که خدایا من به این امتم، مردمم، قومم گفتم که استغفار کنین. فقلتو، گفتم با آنها، فقلتو استغفروا ربکم، این پروردگارم استغفار کنین. خب چی کار میکنه خداوند در برابر این استغفار؟ میفرماد انه کان غفارا، اول که میبخشده تو، شما همه گناه میکنید. و دوم این که و یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان برای شما در اثر استغفار برای شما باران نازل میکنه. و یرسل السماء علیکم مدرارا، خب کشاورزی میکنید، میآشامید، زندگیتون واقعا خیلی دگرگون میشه وقتی که بارون هست. و یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد و یمددکم، و امداد میده به شما، یاری میرسوند به شما، به اموال و بنین، یعنی به شما قدرت میده و ثروت. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و به شما جنات تو این دنیا، یعنی باغات این چیزا میده. و یجعل لکم انهارا، انهارم نه خلاصه یعنی برکت.
آب در نهر که جاریه دیگه در حقیقت برکت الهی جاریه. بریم حالا به فراز بعد. فراز بعد هست فالق الاصباح. فالق الاصباح که همون شکافتن سپیده سحر و عرض که تاریکی به تدریج محو شدن و آمدن نور روشنایی که اول فعالیت، اول خلاصه شادی و شادابی و از اون خمودی شب دیگه میره کنار. خب اینو خداوند فرمود فالق الاصباح. من اینو دیروز هم گفتم، حالا در این حال فلق گفتم که معنی خلق میده، شکافتن اون تک سلولی اولی تکثیر میشه در جنین رحم مادر و همچنین همه موجودات ماده از حیوانات یا گیاهان اینگونه با شکافتن اینها تکثیر پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن، نعمت الهی در حقیقت فراوانتر میشه. بعد فراز بعدی فرماد ول، این خیلی مهمه این فراز، دقت کنید. فرماد ول جلال و اکرام و فضل و انعام. خداوند متعال ببینید با ما یه چی کار میکنه، انگار یه چی بگم، یه همه دنیا رو میرزه جلومون. خدایی که این خداست که این گونه است، باید حمد کرد او رو، حمد میکنیم، سپاس و ستایش میکنیم خدایی رو که ذل جلال و ذل جلال و اکرام و فضل و انعام در حق ما بندگان ذل جلال، یعنی اون عظمت و قدرت داره که هر کاری برای ما که ما بخواهیم از او از او درخواست کنیم و در حقیقت خودمون رو مستعد آن بکنیم به ما بده. این از این جهت که قدرت داره. ولی اکرام، خداوند صاحب کرامته، خداوند اکرام میکنه، همطور که در اون سوره خوندیم، در اون آیه خوندیم ولقد کرمنا، آیه 70 چه قبلا گفتیم ولقد کرمنا بنی آدم، با گرامی داشتیم و حملناهم فی البر و البحر و ادامه آیه بود. خلاصه این در این آیه خداوند فرمود که اکرام میکنه، احسان زیاد، نعمت زیاد، اینا همه وقتی نعمت بیشاعبه کسی بده در عوض نده، این اکرامه. بنابراین نعمت بیحدش رو به صورت اکرام در اختیار بندگان خودش میذاره، نه تنها مؤمنین که بلکه غیر مؤمنین هم بهره میبرن. بعد فرماد که ذل جلال و اکرام و فضل و انعام، خداوند صاحب فضله. این خیلی مهمه. ببینید ما فضل در برابر عدله. عدل وقتیه که مثلا هر کدوم از ماها هر چقدر استحقاقمون باشه خدا همو قدرمون بده. خب اگه اینجوری باشه خیلی ماها کارمون اشکال پیدا میکنه، ما خیلی بیشتر از اونی که استحقاق داریم خداوند از فضلش میده به ما. بنابراین فضل در مقابل عدل، و عدل یعنی همون حق در حد استحقاق، ولی فضل یعنی بسیار بیشتر. خلاصه به این صورته که باید اینو بدونیم، برای همه ما بندگان فضل خداوند بر عدل او سبقت پیشی داره. بنابراین ماها سرشاریم از نعمتهای الهی. اگر اینگونه نبود، فضل او نبود، سرشار نمی شدیم. و خلاصه خداوند رفتارش با ما اصل بر تفضله، اصل بر مهر و محبت و گذشت و بخششه. اصل بر اینه، اصل بر عدل نیست. چون تو قرآن هم می فرماد که اگر ما با عدل با بندگان رفتار کنیم اصلا کسی زنده نمی ماند. حالا در قرآن شاید بیش از 100 مرتبه خداوند از فضل خودش گفته، مشتقات فضل و خود فضل خیلی مهمه. در سوره غافر می‌فرماید ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند بر بندگان، بر ناس، همه مردمان می‌فرماید، نه مؤمنین، بر ناس صاحب فضل، اما گله می‌کند ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر این مردم شکرگزار، سپاسگزار نیستن. در حقیقت میگه که خداشناس نیستن، معرفت الهی ندارن. یه عده که کورن مثل حیوانات، اصلا در ارتباط با پروردگارشون
نمیخوان صحبت کنن، حتی عقیده هم ندارن. بعضی هم که عقیده دارن، ایمان دارن، اونها هم کوتاهی میکنن از اینکه معرفت پروردگار رو به دنبالش باشن. هرچه بیشتر ما در قرآن بریم و به شرط عمل به معرفت پروردگار میرسیم. در این عدیه افتتاح، ابو حمزه، کمیل، اینا سرشار از معارف الهی است، به شرطی که با دقت و البته خدا توفیق عمل هم بده. حالا در بیش از 5 آیه از قرآن این موضوع فضل بر مردم تکرار شده و اینکه این شکرگزار نیستن، فضل بر مردم و شکرگزار نبودن مردم در بیش از 5 آیه اومده، ولی خب خود فضل گفتم که بیش از 100 آیه در اونجا هست. حالا در این فراز انعام هم اومده، ول جلال و الاکرام و الفضل و الانعام. انعام جمع نعمته و در حقیقت تو نماز هم ما میگیم که خدایا در سوره هم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، از خدا میخواهیم که ما را در راه اونهایی که نعمت بهشون دادی، چون این آدم ها اونها که حالا در رأسشون پیامبران هستند و امثال مثل خودشون، اینها در صراط مستقیم هستند، از نعمت های خدا برخوردار میشن، هم در دنیا هم در آخرت و به سعادت میرسن. یکی از این نعمت ها پس خیلی مهمه، نعمت هدایته. بنابراین خداوند نعمت هدایت رو که پیامبرانن، کتابای آسمانیه و خلاص هر مخلوق از خدا که انسان رو هدایت کنه، معلمینن، اینها نعمت‌های معنوی الهی هستن. پس در کنار نعمت‌های مادی که شماره نداره، نعمت‌های معنوی هم شماره نداره. تمام آیات قرآن برای ما نعمته. آیه، هر آیه قرآن حقیقتا نعمته، هدایت برای ما و نعمت معنوی ماست. ما باید زانو بزنیم خلاصش، هرچه بیشتر قرآن یاد بگیریم، بخونیم، یاد بگیریم و انشاءالله خداوند توفیق عمل بهمون بده. حالا نعمت های مادی خدا و همچنین معنوی ها در سوره انعام، در قرآن و در سوره الرحمن، اینها خیلی شاخص و برجسته نام برده شده. و در سوره انعام، در سوره الرحمن هم که خداوند انسان را به قضاوت میگیره، میگه که تو میتونه انکار کنی، منم 30 بار 33 بار میگه که تو میتونه انکار کنی نعمت های خدا را. اگه این نعمت ها را نمیتونه انکار کنی، پس ولی نعمت را نمیتونه انکار کنی. موظفی که ولی نعمت که خدای یگانه است رو بپرستی، بشناسی و عبادت کنی. در سوره نحل و در سوره ابراهیم، در این دو مورد، این و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اومده، چون اینجا ما داریم الان روی نعمت صحبت میکنیم، یه بار دیگه من به این اشاره کردم. خلاصه فرماد که شما نعمتهای خدا را درش غرقی، غرق، که تو ما در آب دریا وقتی غرقیم تمام وجودمون میگیره، غرقید ولی توجه نیست. حالا در این در این فراز ول جلاله ول اکرامه ول فضل ول انعام، 4 صفت مهم خداوند ذکر شده. خداوند 2 جور صفت داره، شما که میدونید. یکی صفات بهش میگن صفات ثبوتیه یا صفات جمال که ثابته و در ذات باری تعالی، ذات اقدس او هست، مانند، یعنی از او جدا نیست، مانند حیات. خداوند حیات، ذاتش حیاته، حیات خداست، خدا حیاته، این جدا نیست. و علم همچنین و قدرت، اینا در ذات خداوند هست، یعنی از خدا جدا نیستن. و بعد یه سری اینا، البته همشون صفات، این صفات بیانگر زیبایی ها، بیانگر کمال هم، کمال ذات اقدس الهی هستن. و صفات سلبیه که ما از خداوند سلب میکنیم و در موقع تسبیح که میگیم خدا را تسبیح کنیم، یعنی این چیزا رو از خدا سلب کنید، این چیزا رو از خدا دور بدانید، منزه و پاک بدونید او را. اونم این صفات مثل جهل، راه نداره،
در دیت خداوند. مرگ، مرگ راه نداره. ضعف، و حالا بشمارید شما. ظلم، حالا مثلا ما در نماز میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، هم تسبیح میکنیم هم حمد میکنیم، یعنی در ابتدا او رو منزه و پاک میکنیم از هر چیزی که در ساعت مقدس او راه نداره. مثلا ظلم نمیکنه، هم میگیم به حمده. به حمده یعنی ظلم نمیکنه ولی عدل و قسط رو برپا میکنه. حالا فعلا در دنیا به تأخیر میفته، در آخرت برپا میشه. امام زمان سلام الله علیه ان شاء الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که میان این عدل رو به تقریبا نمایندگی از خدا در زمین برقرار میکنن. اینه که به هر حال حمد خدا رو که میکنیم در کنار تسبیحش، یعنی یک صفت ناپسند رو که از خدا دور میکنیم، صفت مناسب اون رو همونجا میاریم. ظلمت در خدا راه نداره و در حقیقت همش خداوند نوره. نور که الان نه این نوری که ما داریم، این نور مادی، نوری که از اون نور خلایق خلق میشه، از اون نور خلایق هدایت میشه، از اون نور خلایق به عالم آخرت میرن، از اون نور بهشت و جهنم خلق میشه. نور خدا در حقیقت، حالا باز توصیفش ما نمیتونیم اونو بکنیم. بعد فراز بعدی، الذي بعد فلا يرى و قرب فشهد النجوى. خدا رو هم میکنیم چون که بعد، دور خدا، فلا يرى، دوریش اینه که دیده نمیشه، در دیدها بیرونه، دوره. و از افکار، از خیال، از تصور، از هر گونه ذهنیت در مورد خداوند، دور خداوند نیست. همونطور که میگیم سبحان الله و تعالی عما یصفون، از هر وصفی که مخلوق بکنه خداوند اون نیست. این ذهن در حقیقت اون بند، اون بشره که یه چیزی ذهن خودش ساخته، حالا هر چند هم خیلی حق و درست باشه، بالاخره اون خداوند فرای اونه، بالای اونه. و بعد فرمود که بنابراین از افکار دوره، در این حال خداوند به ما بنده ها نزدیکه. قربه و قربه فشهد النجوى، اینقدر به ما نزدیکه که هر کارهای آشکارمون که هیچی که میبینه و میدونه، هر نیتی داشته باشیم، هر ارادهی بکنیم که اون اراده را هنوز عمل نکردیم، هر چیزی که در وجود ما، وسوسه ها، فکر خوب و بد، هر چیزی رو انگار هم موقع که تو وجود ما شکل میگیرد خداوند خلاصه میدونه. در سوره قاف هم آیه 16 میفرماد که دلیلش تو قسمت اولش میاره، ولقد خلقنا الانسان. خواهد یه چیزی خداوند بفرماد که اولش دلیلش رو میگه. ما انسان رو خلق کردیم، خب اگه ما انسان رو خلق کردیم خودمونم زیر و بم رو میدونیم دیگه. ولقد خلقنا الانسان و نعلم و میدونیم ما توسوس و بهی نفس، و هر چیزی که در وجودش وسوسه کنه، حالا وسوسه فقط نیست، نیت، فکر، اندیشه، هر چی. بعد و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن ما به او نزدیکترین. رگ گردن هم گفته برای اینکه این رگ اگه قطع شد دیگه حیات انسان قطع میشه دیگه. بعد از سوره حدید خیلی قشنگ خداوند فرماد و هو معکم، خدا با شماست. با شماست، این چه بیری کنار شما نمیفرمادا، میگی معکم، با شماست، این ما کنتم، هر جا باشید. ما شب مثلا در بستر خوابیم با ما هست، روز در خیابان و خونه هر جا هستیم با ما هست. خب با ما هست فایدهش چیه؟ و دنبالش میفرماد که والله به ما تعملون بصیر. حالا من که با شما هستم، هر عملی بکنید من بر اون بصیرت آگاهی دارم. و خب فرشتگانش می نویسن خدایا ما رو ببخش. واقعا به هر حال مقام ذات الهی دارم برای این الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النفسا، این کلام آخره میگم، اون مقام ذات الهی، خود اون ذات از غیر خودش، حتی فرشتگان، حتی کروبیان، از غیر خود او پنهان است. چرا؟ او رو میشناسن، شناخته میشه، معرفتش
به دست میارن، ولی اون ذات پنهانه. ولی مقام فعل و صفات او در همه عوالم خلقت، هم عالم ما و هم عوالم دیگه، آشکاره. آخرین فرازی که ما حالا صحبت میکنیم و انشالله خاتمه میدیم، فرماد که تبارک و تعالی. خب تبارک که میدونی دیگه از برکت میاد، به این معناست که این ذات الهی که یک معنای تبارک هم پاینده بودن و لایزال بودن و همیشگی بودنه، این ذات بسیار با برکته، بسیار برکت دهنده است. هرچه برکت در عالم شما میبینید، در هر جا میبینید، اگر در مثلا یک صحرایی از گل میبینید که پر از همه بوی عطرشون همه جا ریخته، هر گونه برکت هر جا میبینید از اوست. برکت در رزق از اوست، برکت در مال از اوست، برکت در فرزندان از اوست. بسیار برکت دهنده است خداوند تبارک و تعالی. تعالی هم که از علو مقام میاد دیگه، یعنی پروردگار متعال شما از علو مقام و عظمت مطلق. مثلا مطلق که میگیم یعنی کم نمیشه، این چیزی نیست که مثلا ما حالا یه چیزی که داشته باشیم یه روز هست یه روز نیست، یه روز کمه یه روز بیشتره. نه، خداوند هر چی که در علو مقامش همیشه همونه ولی بالاست. او در اوج کماله، او حقیقتیست بلند مرتبه و بی نظیر، غیر از بالای فهم ما. و در الله الصمد هم همین میاد که اونجا در حقیقت صمد یعنی یک ذاتی که تمام صفات کمال در بی نهایت در او هست. الله الصمد. بعد میگفت مثلا الله بعد می آورد از نظر قواعد عربی، ولی وقت قبل میاره یعنی غیر او نیست، منحصر به اوه. این صمد بودن انحصار به خداوند داره، غیر خدا صمد نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.